سلام همه زبان آموزان عزیز به کانال من خوش اومدید امروز میخوایم ما هم تک تک اعضای بدن رو به انگلیسی یاد بگیریم پس اگر میخواید دایره لغاتتون رو به انگلیسی بالا ببرین تا آخر این ویدیو با هم همراه باشین اول با اعضای صورت شروع میکنیم هیر هیر به معنای مو هست hair hair یعنی مو forehead پیشانی forehead پیشانی forehead temple یعنی گیجگاه temple گیجگاه temple temple eyebrow ابرو رو میگن eyebrow ابرو eyebrow ابرو خود eye eye یعنی چشم eye چشم آی نوز بینی نوز بینی نوز ایر یعنی گوش ایر گوش ایر بچه ها ایر در واقع یه دونه گوشه ها مثلا ما بخوایم بگیم هر دوتاش رو جمع ببندیم میشه ایرز یعنی گوش ها یا آی هم همینطور آی یعنی یک چشم حالا بخوایم جمع ببندیم میشه آیز چشم ها چیک چیک یعنی گونه چیک گونه چیک موف دهان موف دهان موف چین یعنی چانه چین چانه چین چانه یه بار دیگه از اول با هم مرور کنیم هر مو فورهد پیشانی تمپل گیجگاه آیبرو ابرو آی چشم نوز بینی ایر گوش چیک گونه ماوف دهان و در نهایت چین چونه حالا بریم رو صورت یه مقدار دقیق تر بشیم آیلش یعنی موجه آیلش موژه، آیلش آیلش آیبال مردمک چشم آیبال مردمک چشم آیبال پیپل این قسمت داخلی تر این قسمت سیاهی مردمک چشم رو میگن پیپل 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 آیرس انبیه انبیه چشم آیرس آیرس پس چی شد آیلش میشد موژه آیبال مردمک پیوپل این سیاهی مردمک و آیریس اند بیه لیپ یعنی لب لیپ لب لیپ توف دندان توف دندان تانگ میشه زبان تانگ زبان پس اجزای دهن چه شد؟ لیپ لب توف دندان تانگ زبان حالا بچه ها بیاین یه سری اعضای کلی بدن رو یاد بگیریم. خب. ایرز رو که گفتیم. گفتیم میشه گوش ها. ایرز میشه گوش ها. آیز میشه چشم ها. قبلتر بچه ها مفردش رو گفتیم. حالا الان داریم جمعش رو میگیم. ایرز. آیز. و موف یعنی دهان. موف. دهان. موف. حالا پایین تر. نک. میشه گردن. نک. گردن نک نک گردن آرم میشه دست بازو آرم دست بازو آرم آرم هند میشه دست هند دست هند بچه بخش پایینی دسته آرم در واقع همون بازو و ایناست هند خود دسته ستومک یعنی شکم stomach شکم stomach stomach نی نی میشه زانو نی زانو نی leg میشه پا leg پا leg رو به کل پا میگن حالا بخش پایینی پا یعنی خود پا میشه فوت 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 میشه خود پا یه بار دیگه از اول میخونم و با من تکرار کنین ایرز گوشها آیز چشمها mouth دهان نک گردن آرم دست بازو هند خود دست ستومک شکم نی زانو لگ پا فوت بخش پایینی پا تو عکس قبلی فقط اعضای اصلی بدن رو یاد گرفتیم حالا میخوایم یه ذره ریزتر بشیم اول از این آقای شروع میکنم هد رو گفتیم هد میشه سر هد سر هد هد کل سر هست نک میشه گردن نک گردن خب این یکی جدیده شولدر میشه شانه شولدر شانه شولدر شانه. شولدر. شانه. چست میشه سینه چست سینه چست البو آرنج البو آرنج البو ستومک شکم ستومک شکم ستومک رست میشه مچ دست رست مچ دست رست هند خود دست هند خود دست hand تای میشه ران تای ران تای ران ران پا رو میگن تای انکل میشه مچ پا انکل مچ پا ankle فوت خود پا فوت خود پا فوت یه بار دیگه از اول میخونم و با من تکرار کنین هد میشه سر نک گردن شولدر شانه چست سینه الو آرنج ستومک شکم ریست مچه دست هند خود دست تای ران پا انکل مچ پا فوت خود پای بخش پایینی پا حالا بریم سراغ خانومه هیر میشه مو هیر مو برست برست باز هم به معنای سینه است برست برست یعنی سینه برست بک میشه پشت یا کمر بک پشت بک پشت ویست میشه کمر ویست کمر ویست بچه بک بالای کمر ویست پایین ویست کمر بوم بچه میشه ما تحت بوم ما تحت هیپ هیپ هم میشه باستن هیپ باستن هیپ فینگرز انگوشتای دست فینگرز انگوشتای دست فینگرز فینگرز نی میشه زانو نی زانو هیل هیل میشه پاشنه پا هیل پاشنه هیل مثلا کفش های هیلز یعنی پاشنه بلند هیل توز توز میشه انگشتای پا توز انگشتای پا توز حالا یه بار دیگه برای این خانم را میخونم و لطفا با من تکرار کنین هیر مو برست سینه بک پشت ویست کمر بوم ماتخت هیپ باستن فینگرز انگشتای دست نی زانو هیل پاشنه توز انگشتای پا حالا بریم سراغ اجزای داخلی بدن brain، brain میشه مغز brain brain مغز brain throat گلو throat گلو به معنای نای هم هست throat گلو vein میشه رگ vein رگ vein رگ artery یعنی شاه رگ artery شاه رگ artery artery, artery. لانگ ریه شوش لانگ ریه شوش لانگ لانگ هارت قلب هارت قلب احتمالا همه تون اینو بلدین هارت قلب لیور میشه جگر کبد لیور جگر کبد لیور لیور ستومک گفتیم چند بار میشه شکم ستومک شکم به معنای معده هم هست بچه ها. ستومک به معنای معده هم هست ستومک مده کیدنی میشه کلیه کیدنی کلیه کیدنی کیدنیی فدی تیشو یعنی چی یعنی بافت چربی فدی تیشو بافت چربی فدی تیشو بافت چربی Small intestine یعنی روده کوچیک Small intestine روده کوچیک پس intestine یعنی کوچک Small intestine روده کوچک من بچه ها اسمال یک صفت دیگه به معنای کوچک من صفات رو توی ویدیوی قبلی بهتون کامل یاد دادم انواع اقسام صفات رو میتونید اونجا یاد بگیریم و لینکش رو براتون این بالا میذارم حالا large intestine یعنی روده بزرگ large هم به معنای بزرگه large intestine و در نهایت muscles muscles یعنی uh, چیز um, یادم رفت آها ازوله muscles ازوله ها muscles ازولات muscles یه بار دیگه از اول میخونم با من تکرار کنین brain مغز فروت، گلو نای وین رگ آردری شاهرگ رگ lung ریه شش، heart قلب liver کبد جگر stomach به معنای هم شکمه هم به معنای میده kidney کلیه fat tissue بافت چربی small intestine روده کوچک large intestine روده بزرگ muscles ازولات اینم از ویدیو امروز ما امیدوارم که خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه بچه اگر ویدیومون رو دوست داشتین لطفا یادتون نره که با لایکاتون ما رو حمایت کنین و توی کامنت ها بهمون کلی انرژی بدین اگر سوالی نظری پیشنهادی داشتین میتونین توی کامنت ها ازمون بپرسین و همینطور اگر دوست داشتین میتونین کانالمون رو سابسکرایب کنین و انگلش فعال کنین و یا اصلا مشترک بشین تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید رو از دست ندین و از دستشون ندین موفق باشین و خدا نگهدار